این روزها درون ها یا پهپاد ها آنقدر پیشرفت کردند که عده‌ای از آنها برای سوء قصد به جان افراد هم استفاده می کنند. با ازدیاد درون ها در آینده چه اتفاقی برای جوامع امروزی خواهد افتاد؟ من فرید خلیفی هستم. در این دانستنی های جهان ما از کیهان لندن خواهیم دید نقش درون ها در آینده نبرد های تکنولوژیک چگونه خواهد بود. ونزوئلا. نیکولاس مادورو رئیس جمهور دیکتاتور این کشور در حال انجام یکی دیگر از سخنرانی های عوام فریبانه خود است که ناگهان با صدای مهیب نظرها به آسمان جلب می شود. محافظان رئیس جمهور فوراً به سویش می آیند تا در برابر خطر احتمالی از او محافظت کنند. این تصاویر که در 4 اوت 2018 منتشر شدند خبری جالب را نیز به همراه داشتند. سوء قصدی نافرجام به جان نیکولاس مادورو. ظاهر خبر مانند اغلب سوء قصدهای صورت گرفته در تاریخ است، ولی این بار نکته ای آن را خاص می کند. در اتفاق 4 اوت رد پای تکنولوژی قرن 21 به چشم می خورد. ماجرا از آن قرار است که به فاصله کمی از مکانی که آقای رئیس جمهور در آن در حال سخنرانی است، شیعی در آسمان منفجر می شود. تنها 14 ثانیه بعد شیء دیگری به فاصله کمی از انفجار اول در بالای یک ساختمان منفجر می شود. نیروهای نظامی و دولتی که برای مراسم در محل حاضر شده بودند از ترس جان فرار را برقرار ترجیح می دهند. طبق گزارش ها چند نفر در حوادث 4 اوت جراحت برداشته و آسیب دیدند. اگرچه واقعه در آن لحظه همه را سراسیمه کرده و کسی نمی‌داند دقیقاً چه روی داده، اما تصاویر ویدئویی ثبت شده واقعیت را آشکار می‌کنند. بخش زندگی تلویزیونی جزئیات واقعه را به نمایش نمی‌گذارند، ولی در تصاویر ثبت شده به وسیله تلفن همراه درونی به چشم می‌خورد که در آسمان منفجر می‌شود. چند ثانیه بعد در 2 ساختمان دورتر از درون اول، درون دیگری سقوط می کند و منفجر می شود. شاهدان عینی شدت انفجار را همانند زمین لرزه توصیف می کنند. بررسی درون ها نشان می دهد که از مدل حرفه‌ای DJI M600 استفاده شده تا توانایی حمل مواد منفجره را داشته باشند. این مدل درون $5,000 توانایی حمل باری بیش از 5 کیلوگرم را تا کیلومترها مسافت دارست. مواد انفجاری به کار رفته در این حمله از نوع C4 بودند که مواد منفجره نظامی و با قدرت تخریب بالا هستند. اما چنانچه در آینده به جای 1 یا 2 درون بزرگ، لشکری از درون‌های کوچک و پیشرفته حامل مواد منفجره قدرتمند مانند لشکری از زنبورها به اهداف احتمالی حمله کنند، چگونه خواهد شد؟ منطقه موسوم به دریاچه چین در ایالت کالیفرنیای آمریکا. وزارت دفاع ایالات متحده در حال انجام عملیات آزمایشی نیروی نوین شبیه به لشکری از زنبورهای عصبانی است. پروژه عجیب با نام درون های پیدیس. جنگنده های FA-18 مشهور به سوپر هورنت در حین پرواز در آسمان به جای شلیک تسلیحات مرسوم، ابزارهای عجیب را در آسمان رها می کنند که حتی از فاصله نزدیک هم به سختی قابل تشخیصند. لحظاتی بعد اما رادارهای ویژه توده ای از اشیا را در آسمان به نمایش می گذارند که به سمت اهداف تعیین شده در حال حرکتند. اشیایی که در آسمان اثری از آنها نیست، به دلیل آنکه کوچکتر از آنند که بتوان به راحتی آنها را مشاهده کرد. جالب آنکه این توده ی زنبورها که در واقع میکرودرون‌های نظامی در آسمانند، توانایی خودکار آرایش گوناگون نظامی را هم دارا هستند و میتوانند بسته به شرایط آرایش خود را نیز تغییر دهند. 103 درون هوشمند که حتی میتوانند هماهنگ با یکدیگر به طور جمعی عمل کنند. طول این درون‌های کوچک تنها به 16 سانتی‌متر می‌رسد و دارای بیشینه سرعت 111 کیلومتر بر ساعت هستند. طبق اعلام رسمی وزارت دفاع، آنها قصد دارند در آینده تعداد میکرو درون‌های هماهنگ را به 1000 درون در یک عملیات برسانند.
اگرچه این توده درون ها در برابر شوک ناشی از آزاد شدن از هواپیما نیز مقاومند، اما در تصاویر دیگری که منتشر شده پدافندهای زمینی نیز دیده می شوند که نسلی از لشکر میکرو درون ها را با هدف انجام عملیات نظامی شلیک می کنند. در این تصاویر آنچه از لوله پدافند خارج می گردد تفاوت زیادی با مهمات مرسوم دارد. بسته های کوچک پرتابی به سوی آسمان پس از لحظه تغییر شکل داده و به شکل درون های کوچک در می آیند که می توانند با تشکیل زنجیره هماهنگ از درون ها در آسمان به سمت اهداف تعیین شده پیش روی و در نهایت به آنها آسیب برسانند. این درون های کوچک گروهی انبوه از آنها بدون آنکه شناسایی شوند و یا به طور کامل هدف پدافند دفاعی قرار گیرند می توانند به اهداف گوناگون هجوم ببرند، شاید آینده نبردها باشند و حتی در سالهای پیش رو شاهد نسخه های کوچکتر از این وسایل خطرناک باشیم.